امروز میخوام براتون قارچ پلو درست کنم. برای تهیه قارچ پلو ما نیاز به 3 پیمانه برنج پیس شده داریم، حدود 250 تا 300 گرم قارچ پیس شده، یه عدد پیاز بزرگ پیس شده، 3 حبه سیر خرد شده، یه قاشق غذاخوری زنجبیل خرد شده، نمک، فلفل، زرد توده و ادویه کلویی و مقداری روغن برای غذامون داریم. همینطور یه مقدار زعفران دم شده و پیاز برای کلیدی و زعفران دم شده برای روغن. پیاز رو گذاشتم یه مقداری تب خورده. حالا سیر و زنجبیل رو اضافه میکنم بهش. بعد از این که سیر و زنجبیل اونم کمی تفکر، ادویه، نمک، زردچوبه و فلفل رو اضافه میکنیم به غذامون. حالا قارچ رو اضافه میکنیم با حرارت زیاد، یه تف میدیم که آب نندازه. و حدود 3-4 دقیقه قارچمونو خیلی سریع یه تفش میدیم. قارچمونم تف خورده، از اون حرارت درش میداریم. پیازا رو حلقه حلقه میکنیم و کف دیگه مون میداریم. برنجی که آبکش کردیم یه مقداری روش میریزیم، روی اونو یه مقداری صافش میکنیم. و از مایه قارچمون روی اون میریزیم. دوباره از مایه قارچ رو روی اون میدیم. و بعد روی اونا زعفرون دم کردم اونو میریم. حدود 1/3 لیوان یا کمتر آب میریزیم برای دم کشیدن پلومون و اونو برای نیم ساعت یه حرارت میذاریم. به 3 دقیقه اول با حرارت بیاد و بعد حرارت کم میکنیم تا پلومون آماده بشه و دم بکشیم. قارچ پلوی ما آماده شده، اونم با تعدیق پیاز که خیلی خوشمزه است. این غذا یه غذای گیاهیه برای کسایی که با گوش میانه‌ای ندارن. شما میتونید امتحانش کنید و از اون لذت ببرید. خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.